أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از تفاوت‌های طالبان با اخوان همینه. اخوان دین رو آبکی کرد در میدان سیاسی. با هر که چسبید که بیاد، آخرش چی نرسید. الان نزدیک به 60 ساله که اخوان دارن دعوت میکنن. چرا به جایی نرسیدن؟ با همین آبکی کردن سیاسیشون. طالبان در میدان عقیده آبکی نکردن. همه عقیده که داشتن. خب زودتر به نتیجه رسیدن. خداوند بهشون پیروزی داد. دوباره هم بهشون پیروزی داد. ولی قدر این پیروزی رو بدونید. و این که میگن امریکا دشمن ما نیست، این آبکی کردن نیست. این اعتدالی که نشون میدن این آبکی کردن نیست. چطور؟ برای که وضع موجود رو درک میکنن. چرا با امریکا بجنگن؟ چرا با دیگران بجنگن؟ امریکا دست کشتاشون رفته، چرا بجنگن؟ قبلا هم امریکا بود که با اونو جنگیده، یعنی اونا مظلوم بودن. امریکا 20 سال بعد فهمید که برای ما اشتباه کردیم، ولی به اشتباهش اعتراف نکرد. یه غلطی کرد اما این غلطش اعتراف نکرد. آخرش هم با خاری و ذلت رفت بیرون. اینا چرا دشمنیشو بخورن؟ نه، با همه دنیا تعامل داشته باشن، با ایران هم تعامل داشته باشن، لیکن زوب نشند، آب نشند. و چون عقیده ای که دارن نسبتاً عرض میکنم آبکی نیست، از اخوان و غیر اخوان زودتر خداوند به شما مجال داد. انسان از همه اینها باید عبرت بگیره. و دعوت نبوی خیلی واضحه، خیلی روشنه. و جاهلیت ها و نادانی ها و گمراهی هایی که الان ما در زمان خود داریم هیچ فرق با گمراهی سابق نداره. اسم عوض شده. یعنی مثلا اشغال یک کشور به اسم کمونیستی بده، به اسم دموکراسی خوبه، چه فرقی کرد؟ یعنی اگر دموکراسی همون اعمال رو انجام داد که کمونیستی انجام داده، تفاوت داره؟ مگه انسان خودشو مسخره بکنه بگه تفاوت داره؟ ولی سبا آبکی کردن دین.